بله. دوستان، این اولین جلسه از تدریس آقای دکتر حقی درباره اینیوگرام هست و حق و رایت این دیویدی هایی که آقای دکتر تهیه می کنن فقط در انحصار خود ایشونه. خب من ابتداعاً یه مقدمه تاریخی راجع به خود اینیوگرام خدمتتون بگم. اینیوگرام یه دایره است که 9 تا نقطه دورش هست، یه مثلث وسط هست و یک 6 ضلعی دور اون مثلث. تاریخ این اینیوگرام اصلا کلمه یونانی است. اینیا یعنی 9 و گراموس یعنی همون دایره. این که از کجایی آمده و چه اتفاقی افتاده خیلی بین این نویسندگان این کتاب ها بحث هست. از یک طرف عهد عتیق هست منشأش. عتیق یعنی 4500 سال قبل در گیلگامش یا در بابل فرض کنید. ریشش هم در ریاضیات بوده، یعنی کشف این شکل که فرض کنید اینا دیده بودن که یک رو به 3 اگه تقسیم بکنن اعشار 3 تکرار میشه، یک 3 از توش در آمده. یا اگر 2 تا 1/3 رو با هم جمع کنن و بعد اعشار 6ش تکرار میشه و اگه 3 تا 1/3 رو جمع بکنن اعشار 9ش تکرار میشه، عدد 9 از توش در میاد. میمانه او 6 تای دیگه که دیده بودن که اگه 1 رو به 7 تقسیم بکنن همین خطای اینیوگرام از توش در میاد، چون حالا بعد شما خواهید دید که شماره 1ش به 4 وصله و این ضریب 1 4 و 4 به 2 وصله، 4 2 و 2 به 8 وصله و 8 به 5 میگم، حالا دارم ریاضیاتش رو میگم و 8 این ضریب باز تکرار میشه، یعنی خطای اینیوگرام. اینیوگرام از اولم معلوم نبوده که قراره که تایپولوژی رو بیان بکنه. حدود قرن 15 بوده که در جنوب دریای خزر پیش اسقف‌های ارتدوکس مسیحی بوده و در حدود قرن 19 در بخارا بوده، این شکله در سارمون برادرهود بوده که گورجیوف در اونجا داشته به اصطلاح خودشناسی یاد میگرفت. گورجیوف اولین نفری است که اینیوگرام رو به این دنیای جدید آورده بود. البته گورجیوف هیچ تایپولوژی به جا نذاشته، یعنی شما آثار خود گورجیوف و آثار شاگرد گورجیوف آسپینسکی و آثار شاگرد آسپینسکی که نیکول هست که بخوانید، بحث تایپولوژی توی اون سیستم اونا نیست. احتمالا فهمه خود گورجیوف هم نبوده. تنها چیزی که در اون سیستم گورجیوف هست اینه که چیف فیچر وجود داره، یعنی هر آدمی یک چیف فیچر داره. ترجمه کنید ویژگی غالب. یه ویژگی غالب، یه حرف رو هم گورجیوف زده بوده که آدم ها خودشون نمیتونن پیدا کنن، باید اون به اصطلاح مستر. نه نه اینا چیزای مختلفه، چی میخواد تو من خودم باید بدم. تمام. خب این یک دیگه پس چی فیچر در سیستم گورجیوف بوده. خب در سالهای 1970 بوده در شیلی که یه دکتر روانپزشک و خیلی علاقه‌مند
یه آقای دیگری به اسم اسکار ایچازو برخورد کرد و دیده که این اسکار ایچازو او اهل بولیوی بود، دیده که این یک سیکرت نالج داره، یک علم سری داره که با یک کلاینت نیم ساعت که حرف میزنه میاد و اسراری رو میگه به آقای دکتر روان پزشک که نارانو خودش نوشته، گفته که من سالها من به یه همچیز علاقه‌مند بودم و خیلی علاقه‌مند میشه که این چه جور نالجی هست. دکتر کلادیو نارانو میاد به برکلی و با 24 نفر که یه عدهشون جزوئیت مسیحی بوده و یه عدهشون سایکولوژیست بوده و یه عدهشون سوشال ورکر بوده، میرن به شیلی و از اسکار ایچازو یاد میگیرن. او هم از اینا امضا میگیره که این یک سنت پنهانی هست و شما حق ندارید کتاب چاپ کنید. و یکی از اون افراد که همه خانم پالمر هست که صدر چاپ کتاب داره، بعد آمده چاپ کرده، کار به دادگاه اینا هم کشیده شده ولی باخته خود ایچازو. ایچازو بعدها آمده در نیویورک و در سایر شهرهای بزرگ امریکا مرکز آریکای خودش رو راه انداخته. او هم برای خودش به اصطلاح اون راهی که خودش میدانسته داره میره. از 1970 تا حالا تقریبا هر ماه یک کتاب در زمینه اینوگرام در آمده. یه دشمار جزویت هاست، یسوعیونه، یه دش مال سایکولوژیست هست، یه دش پاپیولارایزیشنه، یه دش تو سلف هلپ کتاب فروشی ها پیدا میشه. انواع کتاب هست، یه دش سطحیست، یه دشون هم خیلی خیلی عمیق و سنگین. پس یه اجمالا تاریخ این که این اینیوگرام چجور مطلب است، چرا با گذشته مربوطه و چه چیزایی الان بهش اضافه شده. چون همین کتابایی که نوشتن، من جمله همین کتابی که میز من هست، خب کلی اطلاعات روانشناسی جدید توی حرفاشون قرار گرفته، ولی اصل مدلشون همین شخصیت‌های لوحانه هست. من برای که به اصطلاح زیادتر از این نگم، چون حرف گورجیوف رو زدم، در این دست چپ این صفحه اول شما سه تا مثلث می‌بینید. از اون مثلث اولی بالا شروع بکنید. خب در بالا نوشته Body and Essence، زیرش یه مساوی که گذاشته. آقای دکتر اون طرف نرید چون دوران ضبط می‌کنید، به این ور لینک کنید. تو سیستم گورجیوفی به اصطلاح، یعنی فهم گورجیوف از اون مثلثه بوده که ایشان قائل بوده که یک طرفش باید مثبت باشه، یعنی باید اکتیو باشه، یک طرفش باید منفی باشه، یک طرفش باید نوترالایزینگ باشه. این فهمش بوده از اون مثلثه و اینا رو به شاگردش یاد داده، آستینسکی رو درست کرد. ولی می ارزه که من توضیح بدم، چون برای اینکه آدم چیزای گورجیوفی یاد بگیره باید بره تو گروه هاشون. فعلا واقع با گفتن فرد هیچ تغییری نمی کنه. پس ببینید اون مثلث اولی، اون طرفی که FP گذاشته یعنی فالس پرسونالیتی. این فالس پرسونالیتی اصلا همین چیزیست که اینیوگرام بخواد راجبش صحبت کنه، یعنی همین چیزیست که ما الان بخوایم بگیم پرسونالیتی تایپولوژی. اصطلاح اونا فالس پرسونالیتی بوده. ببینید که کنارش مثبت گذاشته شد، یعنی اکتیوه. و این طرف دیگه ببینید تو جعبه ها آی گذاشته، کنارش هم منفی گذاشته، یعنی اونا پسیوه، یعنی فالس پرسونالیتی یا پرسونالیتی اکتیوه. و همه این منهایی که فرد داره، ای که اولا فرد یک من داره یا هزار من داره، تو خود گروه های گورجیوفی
میفهمه دقیق کلمه رو، چون همه خیال میکنن که یک من بیشتر ندارن، ولی فی الواقع اونا نشان میدن به فرد که چنین نیست. منتها در این اولی فالس پرسنالیتی مثبته، یعنی داره عمل میکنه و همه اون منها که منفی هستن دارن اطاعت فالس پرسنالیتی رو میکنن. اگر بیاید به مثلث دوم، ببینید که توی اون قسمتی که منهای گوناگون رو قرار داده یک دایره کوچیکی هست که زیرش نوشته مگنتیک سنتر. مگنتیک سنتر در اصطلاح گورجیوفیا یعنی فرض کنید همون جایی در وجود انسان که الان ما رو دور هم جمع کرده، و همه این اونا میگفتن مگنتیک سنتر. ما الان برای چی آمدیم اینجا؟ برای غذا خوردن آمدیم تقریبا، یا برای خودشناسی فرض کنید آمدیم؟ اون رو بهش گورجیوفیا میگفتن مگنتیک سنتر، و کنارش به علاوه گذاشت، یعنی تا جایی که اون مگنتیک سنتر اکتیو بشه طرف فالس پرسنالیتی رو منفی گذاشت، پسیو میشه، یعنی از قدرتش کاسته میشه، چون اون مرکز جاذبهش داره عمل میکنه. و اگه جلوتر بره یعنی سلوک بکنه تو سیستمای اونا، وقت میشه اون دایره اون مثلث آخری که ببینید در طرف دست چپ یک من فقط هست، یک آی هست، و کنارش پازیتیوه، یعنی اکتیوه، پرمننت آیم هست این، و همه اون منهای گوناگون رفتن به اون دست و کنارش منفی هست، یعنی اطاعت میکنن از اون سنترال آی. پس این در مورد بک‌گراند گورجیوفی. در این پایین این کاریکاتور، حالا کاریکاتور رو بعد توضیح میدم، در پایین این کاریکاتور این همچون به یه مناسبتی همین سنترال آیه توی نوشته‌های گورجیوفی منعکس بوده. من اینا رو آوردم. ببینید اونا در اوایل قرن بودن، اصطلاحاتی هم که به کار می‌بردن با اصطلاحات امروز متفاوته. قائل بودن که همون چهار تا جعبه‌ای که در بالا هست نظر بکنید، قائل بودن که چهار جور بدن انسان داره. اسمای گوناگونش رو گفته بوده گورجیو. اون دست چپ از اول کارنال بادی، یعنی همین فیزیکال بادی که انسان داره، کریج اصطلاح گورجیوف بوده، درشکه، فیزیکال بادی هم که یعنی هم، پس هر ستاش میشن یک. بدن دوم چیه؟ نچرال بادی یا هورس در همون اصطلاح درشکه ایشان هست، که فیلینگ هست و دیزایر توش هست، و در اون سنت های قدیم بهش میگفتن استرال بادی. خب سومی که اسپریچوال بادی هست و دیواین مایند هست، منتال بادیه، و چهارمی که دیواین بادی هست مستر هست، زیرش نوشته آی کانشسنس ویل و کازال بادی. خب هم تو سیستم تیاسوفی که اینا اول قرن بودن و هم تو سیستم گورجیوف اینا منعکس شده بوده. فرقای یه آدم عادی ماشینی مکانیکال رو هم با یه آدمی که خیلی به کمال رسیده در این دو تا جعبه زیر نوشتن، که در این جعبه اولش گفتن اتوماتان آدم معمولی یعنی ماشینی عمل میکنه، و از این اتوماتان دیزایر اصطلاح به وجود میاد در اثر استیمولیشن های خارجی هم دیزایر به وجود میاد، از دیزایراش فکر وقت به وجود میاد، و از فکراش different and contradictory wheels
اراده های متناقض درش پیدا بشه، پس این میشه یه انسان معموله. اما اگر برید به اون باکس هایی که در زیر هست، یه انسان به کمال رسیده گرژیوفیست که اون وقت از دست راست باید شروع کنید برید به طرف دست چپ، که یک آی هست، یعنی یک ایگو هست، یک کانشسنس هست، یک ویل هست اصطلاح. از این هست که فکر تراوش میکنه و از اون فکرها هست که ایموشن اطاعت میکنه و دیزایر، و از دیزایر بدنش اطاعت میکنه. پس این تو سیستم گرژیوفی هر کی هم علاقه منده با گروه آقای دکتر من یه 5 دقیقه توضیح بدم. آره توضیح بدم. علت این که من دارم دخالت میکنم و توضیح میدم، اولا همه آموخته هم از خود آقای دکتر حقیه، ولی علت این که فکر کردم چند دقیقه توضیح بدم اینه که چون خودم برای این موضوع به خصوص 15-16 سال شاگرد ایشون هستم و ابتدایی که شروع کردم که الان خودم رو میتونم جای شماها بذارم، میتونم بفهمم که اگه چگونه مطلب رو از ابتدا در نظر بگیریم فهمش برای بخش‌های مختلف راحت تر میشه. ببینید اینیوگرام یا گورجیوف اعتقاد داشتن چشم گورجیوف و اینیوگرام به طور کلی اعتقاد بر این داشتن که مثل روانشناسی امروز ما با یک لوح ژنتیکی به دنیا میایم. این لوح ژنتیکی در فضای قرار میگیره و شروع میکنه به تجربه که همون زندگی ماست، محیطیه که ما توش قرار میگیریم، و بعد یک ذهنیتی در ما به وجود میاد که اون ذهنیت خودش هم مداخله میکنه بین این دو عناصر و بعد رفتارهای ما رو تولید میکنه. گورجیوف اعتقادش این بود و این مثال رو خود گورجیوف میزنه که بدن ما مثل بدن یک کالسکه یا یک درشکه است و این بدن به وسیله اون تسمه هایی به دو تا اسب که این اسب هم عواطف ما هست وصله، که اون تسمه ها هم حواس ما هستن، در نتیجه تجربه میکنه و احساس رو به اسب ها میده و اسب ها این بدن رو، این گاری رو، این درشکه رو میخوان به این سمت و اون سمت ببرن. یک سورچی هم بالای سر این اسپا نشسته که اون عقل ماست، ولی اشکال این سورچی اینه که مسته. مسته چیه؟ مسته این آیای جزئی یا مسته قدرت، مسته کشش ها و دیزایر هاست، مست اون چیزی هست که جایزه به ما میده، مست خواهندگی های بسیاری هست که از دنیا میخواییم و داریم و اینا. و گورجیوف اعتقادش اینه که زندگی که فقط این ابزارش باشه، یعنی یه بدن باشه و احساسات باشه و بعد عواطفی که میاد و بعد عقلی که جهتمند نیست، این زندگی راه به رستگاری نمیبره. و پیشنهاد میکنه که فقط زندگی وقتی معنا داره که درون این کالسکه یه مستری، یه اربابی نشسته باشه و بعد نقشه راه رو از در درشکه بیرون بده، به سورچی مست بده و اونو مثل نویگیتر راهنمایی کنه به اون سمتی که باید. و مستری که در این کالسکه هست اسمش رو میذاره کانشسنس، آگاهی، و میگه تنها چیزی که ما رو از اتوماسیون، یعنی زندگی خودکار بدون فکر و اسیر عواطف و اسیر احساسات و اسیر عقل مست بی هدف میکنه، تنها چیزی که میتونه همه اینا رو تو جای درستش قرار بده یک آگاهی و یک کانشسنس. خیلی ممنون خانم دکتر. خب من از اینجا دیگه از بحث مثلا تاریخ و گورجیوف و اینا جدا میشم و وارد بحث جدید اینیوگرام، یعنی در این 43 سال گذشته بخوام بشم. در دست چپ پایین این صفحه یه دایاگرام هست که از کتاب دکتر نارانو، همون سایکیاتریستی که باعث آوردن اینیوگرام به برکلی شده، منعکسه.
و او از عمیق‌ترین کتاب‌هایی است که در این زمینه نوشته شده. می‌بینید که در بالا نوشته شده اسنس و در پایین نوشته شده پرسونالیتی. در اون پایین یه دایره است که سیاهه و سه تا دایره توی اون سیاهی است. اولا توی اون سیاهی نوشته شده diminished awareness، یعنی یه اتفاقی افتاده در تا 5 سالگی که این آگاهی فرد تنزل یافته، یعنی در فول کپاسیتی خودش عمل نمی کنه، diminished شده. بعد میبینید که تو یکی از اون دایره ها نوشته شده passions، اینا همون 9 تا هیجاناتی هستن که بر این 9 تا تیپ حاکمن. 7 تای این 9 تا رو پدران مسیحی که در مصر بودن پیدا کرده بودن: غضب و غرور و رشک و خسد. این 4 تا، 3 رو من نگفتم، 6 رو نمیگم، شره یا گلاتنی و لاست فولنس و اسلاف یا سایکو اسپریچوال لیزینس. این 7 تا رو ریلی رخوت روحی روانی، این 7 تا شناخته شده بوده، در سنت تاماس هم منعکس بوده، ولی از اول اونا پیدا کرد. 2 تاش نبود، یعنی مال 3 نبوده و مال 6. نوشته های اولیه اینیوگرام، یعنی کتاب های اولیه، گفته بودن که صوفیان اینا رو پیدا کرد. خانم پالمر هم یه فردی فرستاده برکلی با من مصاحبه کرد، من گفتم که نه، این مربوط به صوفیزم نیست، چون اگه مربوط به صوفیزم باشه باید محی الدین عربی، باید مولوی، باید ابو سعید ابوالخیر، باید اینا خبردار باشد ازش، و تا جایی که ما میدانیم تو نوشته‌های هیچ کدوم از اونا نیست. بعد از اونم دیگه اینا خودشون من جمله در این کتاب نوشتن که نه، این مال صوفیانم نیست. آنچه که مهمه در قرن 19 دست سارمون برادرهود بوده. سارمون به معنی کندوی زنبور عسل بوده، یعنی اینا میخواستن از همه چیز اسارش رو بگیرن. گورجیوف هم 3 سال اون طول بود و گورجیوف خب اول شکل رو آورده ولی تایپولوژی رو نیاورده. خب ببینید، پس برگردم به این مدلی که دکتر نارانو میگه. پس یه پشن وجود داره که الان که 9 تا شناخته شده همین 9 تا هستن، یعنی غضب هست مربوط به تایپ اول پرفکشنیسته، منتها خب به قدری پرفکشنیسته که غضبش رو شما نمیبینید، یعنی اوور کریتیکالنسش رو میبینید و او یک نوعی از غضبه، ولی به اصطلاح براش تابو هست که غضب خودش رو نشان بده، ولی اون پشنی هست که برای این پرسونالیتی تایپ 1 حاکمه. یه فیکسیشن هست، یعنی یه استراکچری در مایندش وقت درست شده که در مورد تایپ 1 الان دارن میگه همون پرفکشنیزمه. پس این عملا 2 تا کلمه درست میشه برای هر کدوم. ما الان تایپ 1 رو مثال زدیم، در اون سفیدی پایینم 3 تا باز دایره توش هست که اینا 3 نوع غریزه هستن که یکیش مربوط به اینتیمیسی و سکس هست، یکیش مربوط به جمع هست و یکیش هم مربوط به بقای نفس هست. ایچازو که اینا رو داشته درس میداده برای هر تایپی یک پشن گفته، یک فیکسیشن گفته، 3 تا کلمه دیگه هم گفته که مربوط به 3 تا غریزه هست، یعنی عملا 27 تا لغت گفته به اینا. خیلی اون وقت اگر شما بیاد الان به دایره بالا،
میبینید عوض diminished awareness نوشته fully awakened awareness، یعنی کاملا آگاه آگاه شده. به جای پشن نوشته ویرچو، آراسته شده به فضائل اخلاقی تیپ خودش البته. و در برابر فیکسیشن هم نوشته higher cognition، به یک holy idea. چون ما الان کتابی هم داریم مال او الماس هست، اصلا اسم کتاب اینیوگرامش رو گذاشته holy ideas، این همین higher cognition ها و اینا هستن. چون ببینید این اینوگرام از یک طرف به سایکولوژی مربوطه، از یک طرف به اسپریچوالیتی مربوط بوده و الان هم منعکس خوب توی این نوشته. و در بالا هم که به جای اون غرایز هست نوشته فری اینستینکت. من حالا در جلسه بعد همه اون کلماتی که ایچازو گفته میارم و بهتون نشون میدم. میمانه این خود کاریکاتوری که در وسط و در بالا هست. ابتداعاً با آنچه اینو جزویت ها فکر کنم درستش کردن، نوشته در بالاش که the compulsive self looking at the world. پس اینا همشون کامپالسیو هست، این کاریکاتور ها. فرض کنید که دارن به زمان نظر بکنید، خب اون اولی رو اگه نظر بکنی وقت کم داره، داره پاش لیز میخوره زیر ساعت، چون تایپ یک اینجوریه، چون کمالگراست وقت کم میاره، کارا مونده. گفتن که مثلا شما اگه تایپ یک رو ببریدش گردش، ببرید هوایی، فایلاش رو هم با خودش میبره هوایی، نمیره برای گردش، چون اصلا اون باز گردش براش مسئله است. تایپ دوممون که هلپر هست یا پلیزر هست، امدادگر هست، کمکگر هست، زمان براش یعنی ریلیشنشیپ. دو تا عقربه ساعت، دو تا دست، دو تا آدم هست. سوممون که پرفورمر هست و اچیور هست، رو خود عقربه ساعت نشسته و داره توفیقات اجتماعیه رو یکی پس از دیگری طی میکنه. چهارمیمون که تراجیک رومانتیک هست یا ایندیویدوالیست هست و دیپرسیف پرسنالیتی هست، زیر خود ساعت نشسته و داره گریه میکنه از تراجدی های گذشته. پنجمیمون که thinker هست یا perceiver هست و pathological detachment داره. ما یک detachment عرفانی داریم، یک pathological detachment داریم. pathological detachment مال تایپ پنجه. ببینید مثل یه مرشد هندی نشسته و بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، پاتولوژیکال دیتچمنت. ششمیمون که لویالیست اسمش هست، با وفا، تروپر هم اسمش هست، یعنی سرباز. دیول ادوکیت هم اسمش هست. پارانوید پرسونالیتی هم هست و مسئلش ترسه. آقای دکتر میگن اونجا نمیشنون، دارن میرن. اگه بلندتر بخواییم بالا خانمی هست، بالاتر نمیره، به هم بخوره نمیتونه. نه باش ولش کدر کمی نه لازم صحبت. خب چرا نمیان اینجا بیستم؟ بیا اینجا بیستم. توی آشپزخونه صندلی گذاشتیم. پله هم صدا میاد. تهدیدم نداریم، هر که میره خب بره.